دست بذار رو زانوات بلند شو. What's going on guys؟ چطورید بچه ها؟ فرشاد سالنت هستم. خوش اومدید به یک ویدیوی زیبا و جدید دیگر از خز و خیل های اینستاگرام. دونم که خز و خیل های اینستاگرام رو خیلی دوست دارید و خیلی بهتون لذت میده و خیلی دوست دارید ببینیدش. منم هی هر روز براتون خز و خیل های جدید پیدا میکنم و میارم بهتون نشون میدم. امیدوارم که کلی با این ویدیو لذت ببرید، کلی بخندید و حال کنید. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کانال یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید، این سو توییتر منم بالا برید فالو چنل گیمینگمون هم لینکش توی دیسکریپشن هست، ساب کنید لطفاً. ویدیوهای گیممون شروع شده، داریم یکی یکی گیم میذاریم، داره 100,000 تایی میشه. شاید هم اگه این ویدیو رو ببینید 100,000 تایی شده باشیم و لوح دوممون، لوح نقره دوم یوتیوب رو از آن خود کنیم. عاشقتونم، خیلی خیلی دوستتون دارم. راستی میدونید که تا دو سه ماه آینده یکی از خفن ترین گیم سنترهای دبی توسط من افتتاح میشه؟ پس پیجش میاد اینجا، اینستاگرامش رو حتما فالو کنید که اخبار ساخت و ساز و افتتاحیه رو از دست ندید. بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. شرایط خوشگل شدن دخترا، آقا هیچ شرایطی در کار نیست، همشون خوشگلن. با شرایط دخترا هیچ شرایط خوشگل بودنی نداره، همشون خوشگلن. اگه حول آدم بود این شکلی میشد دقیقا، یعنی اگه حول به دنیا میومد و دست و پدر میومد این شکلی میشد. پدر سوخته. ولی البته که خانوم های ایرانی همشون زیبا هستن. حالا میگن خودت که حول تری. این تا اینجا بیشتر ریش نداره، بقیهش رو همه رو قلم میکشیده. خب چرا بعضی این آرایشگاه رو من درک نمیکنم؟ یارو مثلا یه چیزی میذاره اضافه ریش یارو رو اسپری میزنه، بعدم خیلی تابلو، یعنی قشنگ محسوس که نقاشیه. چرا اصلا باید همچی کار رو؟ ریش منم کامل، اینجاش خالیه، اینجاش خالیه، اینجا ندارم کلا. خدا هر کسی رو یک جوری آفریده، هر گلی یه نه اون که مال چیزیه. بعد از من در خدمتتون هستم. بعد از دوست عزیزم هستیم. چی کارش کرد؟ ابروشو اینجا ببینید آخه، چه ساده. اوکی، من فکر کنم قراره بینی مینی چیزی عمل کنه. اینجا جراحی برداشته بشه. بعد از من در خدمتتون هستیم. بعد از دوست عزیزم هستیم. بعد از دوستان عزیز، خیلی راضیم از عملی که انجام دادم و اخبار چیه؟ لیفت هم میکنم مثلا یه ذره اینجاشو اینطوری، یه ذره اینجاشو اینطوری میکنم. یه این چیه آخه دیگه، خط اینطوری صاف. حتی اگه فرشته هم باشی بازم همیشه یکی پیدا میشه که از صدای بازدنش خوشش نمیاد. پس بی خیال حرف مردم، کاری که دوست داری رو انجام بده و شاد زندگی کن. بزرگ فکر کن، بزرگ باور کن. بزرگ خوشت اومده. اوکی آقا، درسته که تتو سلیقه‌ایه و زیبایی خاص خودشو داره برای هر کسی. نمیدونم، حالا من دارم از شما میپرسم. من واقعا اصلا ظاهره هیچ کسی به کسی مربوط نیست، یعنی مثلا یارو دوست داره مثلا چه میدونم صورتشو پر تتو کنه، مثلا امیر تتلو. ولی خب امیر تتلو طرح زده میدونی، ولی اینکه بیای خط خطی کنی و نمیدونم اینا رو، من واقعا درک نمیکنم. اصلا نمیره تو کتم که چرا باید این یه پسره دیگه هست که اون به دفتر نقاشی من، اون خداست، اون که اصلا عالیه. چه تغییری کردم؟ من تو مهتا براتون میزنم برای کارهای زیبایی حتما. حتما من که حتما پی ام میدم برای کارهای زیباییم. پدر سوخته، یه چیز طبیعی میذاشی تو صورتت، همش عمله. چونه، گونه، لب، دماغ، چش، لیفت، ابرو. بازم میگم چهره هر کسی به خودش مربوطه، ما فقط نظرمونو میدیم. ای جانم، الهی دورت بگردم، الهی قربونت برم. مگه میشه مرد گوند دستمال ببندی عربی برقصی؟ آقا نه، این اصلا راجبه این چیزا نظر میدیم، خوبم نظر میدیم. مرد سیبیل کلوفت، ریش کلوفت، پشمالو ندارد اینجوری به. آقا من خودم اصلا هر کیم مخالفه باشه، رقص کار باحالیه، رقص خیلی باحال، من خیلی دوست دارم. مثلا بریک دنس دوست دارم، برای آقایون بریک دنس دوست دارم، مثلا رقصای مثلا حالت رقصای که کوروگرافی میشه و دست جمعی فلان اینا. ولی اینکه شال ببندی عین خانوما غیر بدیو اصلا نیستم. این معلوم مسخره بازی در میاره، داره اذیت میکنه ما رو. چه موهایی دهنت سرویس توانا بابر، هر که با ما بابر، یا رو از نبردم یادت باشه تو این شهر بی صداقت
تبلیغ عینکه بی رفاقت انا آقا قرآن تک تک نظر عاشقی تو من ملت دست سوال داریم. اون دوتایی که بغلش بودن چی بود داستان؟ دو همه با هم عینک زدن، تبلیغ عینک فروشی بود؟ چه سمی بودین؟ ببینین که روز مردو تبریک میگیج اشکالی نداره، ولی خیلی حواستون باشه این جوجه های چکیلوی گلواز تو مردو حساب نمیشن. به بابا تبریک گوه تاره چرا خب صدا تو اینطوری میکنی؟ این آدم حرف بزن. با یه دونه دیگه بود بچه، پسر دایرکت داده بود به یه خانومی، بعد بهش اینجوری گفته بود که عزیزم اگه فالو نمیکنی آن فالو کنم. بعد دختره هم بایست داده بود بهش عداشو در بود، بایست دادش اینجوری که عزیزم اجش هم خندهش میگه، بعد میگه آن فالو کن. آقایون محترم، یکی هست صداش ذاتن صداش خوبه، یعنی یه رو حرف میزنه مثلا تون صداش یه جوریه که باحاله، خب ولی اینکه میرید صداتونو یه آروغی میکنید انگار دارید ترتر میکنید با گلوتون، اون اصلا برای خانم جذاب نیست. میشینن با دوستاشون بهتون میخندن و یعنی شما مثلا به دختر وایس میدید عزیزم کاراتو بکن مثلا آماده شو دوست دارم بیام ببینم تو اینو، هلهی میکنه با دوستاش مثل سگ بهت میخندن اسکلت میکنن، اصلا جذاب نیست. اگه واقعا خودت یه صدایی داری که خوبه و فلان و اینا اوکی، ولی مثلا رفتید این کلیپ ها و ویدیوهای آری لاست بیبی گرل اینا رو دیدید، فکر کردید مثلا صداتون رو اینجوری کنید خیلی جذاب میشه، نه ریدید. وای همونه آقا، اینم پس عمدی داره این کارو میکنه برای فالوور مالوور و این داستانا، یعنی داره خزبازی در میاره که فالوور بگیره. مگه میشه همچین چیزی؟ داشتم خودم رو تو این لباس تصور کردم. آقا حالا ما یه چالشی چیزی یه ویدیوی یوتیوبی میگیریم میبازیم، مثلا یه چالش تیک تاک با همین لباسهای خودمو میریم، پاریزیان پاشنه‌دار یه دست لباس یه دست زنونه چسبونه چرم تنش کرده با پاشنه‌دار پلنگی. ایشون انجام میدم، پیجشون رو این زیر تگ میکنم، اگه دوست داشتین حتما برید و میبینید. یکم زیاد گونه زده فقط، یعنی نه هیچ ایراد دیگه ای نداره، همه شوکه به نظر من. این که پسر میخوام همش تو مسیر اینطوری باش حرف بزنم با دختره؟ قیافش یعنی منی که تو اون ویدیو آرایش کردم. واقعی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کیانست من عروسک بازم، دوست دخترم رو معرفی میکنم، این عشق منه، عروسک منه، جگر منه، شبا باش میخوابم. بچه ها گل میدم واسهتون که بدین به دوست دختراتون، بدین به عروسکاتون. من دختر بازی نمیکنم ولی عروسک بازی میکنم. مگه میشه؟ خدای من آخه چه کامنتی به این بدم؟ من چی کار کنم؟ لخت با یه شورت نشستی یه خرس گنده رو بغل کردی میگی بچه ها عروسک نمیم فلان خواه، نه یعنی چی آخه این کار؟ تینه شرق اومده شمال، اینجا رو بگیرم زیر سلطه خودم، بی سیم گرفته دستش به آنتنش همه اینجوری میکنه، مثلا چی رو داری نشون میدی؟ به دست سوخته. یه حرفی میخواستم بزنم راجع به همین داستانای انقلاب 401 و این داستانا، ولی نمیزنم، ولی فکر کنم بفهمید چی میخوام بگم. انقدر که من سیکسی هم همه تو میگه دایرکت هم اما دیگه بسته دیگه، دیگه واقعا طاقت ندارم. چشم بس هستم بردارم دیگه، نمیای خود از سرش بردارید دیگه، دختر مردم درس داره، سوم راه نمایی تو چی میخوای تو دایرکتی دختر آندر ایج؟ خجالت هم خوب چیز پدر سکچه اعتماد به نفسی داره. حاجه اینا هستن هنوز؟ تبلیغ هم میگیرن و دارن پول در میارن، پولای خوب هم در میارن با پیجاشون، عجیب غریبه. بعد کسای مثلا اینا جز خز و خیلای قدمت داره، مثلا یارو 10 سال خزه، خب بعد الان مردم میان اینا رو میبینن میگن خب این یارو داره خزبازی در میاره، انقدر فالوور گرفته، بعد داره تبلیغ میذاره پول در میاره، خب ما هم بریم اینه این اسکل بازی دراریم. میدونی چی میگم؟ اینا همش بدآموزی داره. میخوام یک حقیقتی رو اعتراف کنم، این واقعیت من با خداوند رابطه های پنهانی دارم، یعنی بهم الهامات میشه بیشتر مواقعی که در خفا هستم. این همون نیست که میگه من یک کیس
مناسب بر ازو یه ذره بور بود اون موقع و به من وحی میکنه ماهان ملک تو دیده خداوندی ها ماهان ملک بود اسمش و مأموریت داری که از زیباییت وای ماهان ملک تو مأموریت داری از زیباییت نمیدونم استفاده کنی دیگه قد شد ویدیو کامل نبود خدا رو شکر ولی این هم از اسطوره های قدیمی خز و خیلای ایرانی ریاکتی که میتونستم بکنم به این پوستر بود چقدر آشغال بود این پوستر من همسن اینا بودم فرق شقیقه و گوزو نمیدونستم اینا گوشی آیفون دستشونه کلیپ اینستاگرام خز و خیلی دوست میکنن وای صد رحمت به اون ویدیو پارکیا چقدر دلم تنگ شده براش کاش میساختن بازم نمیدونم چرا کریرشو تموم شد تفاوت مجازی و واقعیت خال What? این خطه که داشت اینجوش اینجوری اینجوری آخونم کشم صورتم من یه ویدیو دیگه هم ساخته بودم همین چند روز پیشو گفتم گول دنیای مجازی و تو رو خدا نخوری چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ این امکانات و ماشینا و جاهایی که میرن و زندگیایی که نشون میدن و 90 درصدش خالی بندیه رو خدا گول نخوری ای جانم حاجی جون خودم اسوانه من آریا گوکسر تو عروسی من آریا گوکسر وقتی بریم خامنی شهر میتره کون خودشم میزنه ای وای خیلی بله خیلی خوب داره میرخصه آقا میگی دخترای عملی بدن پس چرا وقتی منو تو خیابون میبینی دست دوست دخترتو ول میکنی 190 درجه میچرخی 180 که منو ببینی کدوم پدر سگی دنبال تو را میفته من دلم میخواد اونو بگیرم ببندمش به ستوب و سیم بوکسل بزنمش شاید قلبتو تو دستشون گرفته باشم فشار داده باشم شاید هم خاطرات باشون ساخته باشم ولی دست بذار رو زانوات بلند شد حاجی چقدر خوب بود این بهترین ریاکتی بود که میتونست به این ویدیو اصلا هیچی نمیگم فقط خندیدم این آقا جور همه چی رو کشید تمام بعضی وقتا که از سانی که خداوند کسانی که خداوند از در میاره از جلوت کسانی دارن کسانی دارن جلوشون نرو خیلی باحال بود یه بار دیگه ببین بعضی وقتا کسانی که خداوند از در میاره از جلوت کسانی دارن دارند از جلوشون نرو آقا یه عمدی مسخره بازی در آورد و پدر سوخته ببینیم بعد باید جدا شیم یا گو باید چه باید چه از دستم که رفتی کاش از دلم هم میرفتی راه رفتن دختره در شهر بی وفایان عاشقی کردن خطاست دل بر بی ناموس در شهر بی نهایان چی خطاست دل بر بی ناموس یه بار دیگه راه رفتن دختره که داره میره رو ببینید ویکتوریا سیکرت اینجوری که اتواک نمیرن دستم که رفتی کاش از دلم هم میرفتی در شهر بی وفایان عاشقی کردن خطاست در شهر بی وفایان عاشقی کردن خطاست دلبر بی ناموس لا 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 استایل ای خدا پاره شدم تمام ورزشکارهای دنیا رو به انجام این حرکت چالشی دعوت میکنم ایول واه چیکار کرد حیف اینجا فضا نیست وگرنه من این چالش رو براتون انجام دادم بچه ها دمتون گرم مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم کلی حال کرده باشید کلی لذت برده باشید کلی خنده باشید یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید سابسکرایب کنید یادتون نره زنگوله رو بزنید و روی آل بذارید این سو توییتر منم این بالا میاد حتما
فالو کنید بچه ها. اینستا گیم سنترمون اینجا میاد، حتما حتما فالو کنید، چنل گیمینگ هم ساب کنید. آقا تو رو خدا سرم قره وای 80 جا باید کامنت بذاریم، 100 جا باید فالوش کنیم، اونجا رو باید ساب کنیم، این یکی چنلشو فلان کنیم. کاش توف نمیکردم رو مالی تو. خیلی دوستتون دارم ایلی. تا بیشتر از این تر نزدم، واسه خودتون باشین. با ویدیوهای بعدی میبینم تو فعلا. پیس.